خدا رو شکر که طوفان تموم شد. شب سختی رو گذروندیم. تا حالا همچین طوفانی ندیده بودم. نه برعکس، دریا دیشب همونی بود که من همیشه هواشو داشتم، خدا رو شکر. نگاه کن، خیلی هم شب بدی نبود. سهم ما رسید. زنده باشی بابا، همیشه دست پر از دریا برگشتی. آره پسرم، ولی چه فایده؟ جون شما میکنیم، بهرشو دیگرون میبرم. برای همین بود که دلم نمیخواست تو دنبال این شغل بیاد. خودم هم نمیخواستم، مجبور شدم. وگرنه آرزو میبود که به تحصیلم ادامه میدادم، برای خودم کسی میشدم. تا امروز شما مجبور نباشید در این شبای سرد زمستون برای یه لقمه نون راهی دریا بشین. اینم رسیده سیاری شما. خیلی هم ممنون. خیلی ممنون. اختیار دارین احمد آقا. بادر خان وظیفه ما بود. خداحافظ شما. خداحافظ شما. به سلامت. خسته نباشی. خداحافظ. خداحافظ. محمود آقا خداحافظ. خیر پیش. خیلی عذر میخوام. موضوع اینقدر مهمه که فکرمو مغشوش کرده. جناب شاسته، برای مزید اطلاع جناب عالی باید عرض کنم در 6 ماه اول سال قبل از تصدی من در اینجا 2 تن خاویار از سردخانه خارج شده که همه از این جریان اظهار بی اطلاعی میکنن. خودم در جریان هستم. بهتر شما در این مورد دخالت نکنید. بسیار خوب. هرچه هم میفرمایید. بفرمایید قربان. اول برو فرمان داری. اعتماد قربان. آقای بهروزی، ما میخواییم ماشینمونو تعمیر کنیم. احتیاج به پول داریم. فعلا باید سب کنیم. پول نداریم. این ماه هنوز از مرکز استان پول نرسیده. یعنی چه؟ آقای بهروزی، این دفعه اولتون نیست. همیشه با ما این کارو کردیم. تنها شما نیستیم. هیچ کس پول نگرفته. خب پس ما چی کار کنیم؟ ما رو باش که فکر میکردیم برای دولت کار کنیم بهتره. حالا زیادم دیر نشده، میتونیم بریم برای هر کی دلتون میخواد کار کنیم. هرچی کار کردیم بسه. یه هم جون کندیم، ثمرشو دیگرون بردن. از این به بعد میخواییم برای خودمون کار کنیم. دریا بی صاحب نشده که هر کی برای خودش صید کنه. صاحب دریا و روزی بده خداست. هر طور باشه ما میتونیم روزیمون از دل دریا بیرون بکشیم. اون زمان گذشت، الان مملکت قانون داره. طلبمونو بدین، ما رو به خیر، شما رو به سلامت. همونی که گفتم، فعلا نداریم. برین بعد از عید بیاین. شب عیدی زن و بچه‌مون کفش و لباس ندارن. انصافتون خواست بعد از عید براشون میخواد. اون موقع به چه دردشون میخوره؟ لباس بعد از عید برای گل میخ خوبه. برای هرچی خوبه فعلا نداریم. این حرفا سرمون نمیشه. تا پولمونو ندین از اینجا نمیریم. چی گفتی؟ همونی که شنیدی. خودتون میرین یا بگم بیان بندازنتون بیرون؟ آقای بهروزی، مرافران اندازی. پولمونو بهمون بدین، بذاریم بریم دنبال کارمون. هر وقت پول همه رو دادیم، مال شما رو میدیم. ما با کسی کاری نداریم. تا پولمونو نگیریم از اینجا نمیریم. تموم شد. چه اینطور؟ بسیار خوب. جبار. جبار. بله آقا. بیا اینجا. فرمایشی بود آقا. فورا اینا رو بندازشون بیرون. بلند شو برو بیرون، معطل نکن. بلند شو بینا. کاری به کارمون نداشته باش. ما میخواییم حقمون رو بیرون. داری زبون تراسی میکنی. دست هم برو بیرون. برو دنبال کاری. بلند شو برو بیرون. تو با هستی کار داری گردن کلافته میکنی. من اینجا کار ندارم. بلش کن. آدم پولم رو بکشیم. بیرون باشی گردنشو میشنی. بلش کن. بلش کن. بلش کن. بلش کن. بلش کن.
حتما. اطاعت میشه قربان. تنبیهش کنید، ازش تعهد بگیرید که دیگه اینجاها پیداش نشه. اطاعت میشه قربان. چشم قربان. حتما قربان. با کمال میل. خدا حافظ. تو همونی که رفتی نظم اداره رو به هم ریختی ها؟ نه جناب سروان، خلاف به عرضتون رسوندن. من رفته بودم کلرم. خفشو بذار حرفم تموم بشه. تو فکر کردی خیلی زرنگی ها؟ اونم تو حوزه استحفاظی من؟ نه جناب سروان، به خدا اینطور نیست. به من تهمت زدن. خفشو هر وقت از سوال کردم جواب بده. بله. خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. هر چی ازت میپرسم باید راستشو به من بگی. فهمیدی؟ بله. خب برای چی رفته بودی اونجا؟ رفته بودیم پولمونو بگیریم. پس چرا اون علمشنگر رو راه انداختی؟ چرا دعوا کردی؟ خدا شاهده که دروغ میگن. ما گناهی نداشتیم، اونا بودن که شروع کردن. تو این بندر همه منو میشناسن. من آدم زحمت کشی هستم. در هر صورت با شکایتی که ازت شده باید بندازمت زندان، ولی چون بار اولت میبخشم. اگه یک دفعه دیگه، فقط یک دفعه دیگه بشنم پاتو گذاشتی اونجا، قلم پاتو خورد میکنم. شنیدی چی گفتم؟ بله. میتونه بره. اطاعت دیان سرم. یه تعهدم ازش بگیرم. بهتر چیزی نگم. چرا دیشب نگرد داشتم؟ گفتم چیزی نیست. باور نمی کنم. برای یه لغمه نون آدم باید از هر کس و ناکسی تو سری بخوره. تا چی باید زور بشتقیم؟ خب برید شکایت کنید. ای بابا تو شازده هست کی میاد به حرف من و تو حوش بده؟ تازه بریم به کی شکایت بکنیم؟ تو گوشش بدم. از اینا گذشته، مگه ما میتونیم با دولت در بیافتیم؟ اگه به خاطر زن و بچه‌م نبود ولشون نمی کردم، ولی میترسم اونا بی سرپرست بشن. معلومه پول تو از دست دادی،
خودت هم میخوای گرفتار کنی. شازده یه اشاره بکنه حسابت پاکه، با یه تلفن جایی میندازتت که عرب نینداخت. یادت میاد چه بلایی به سر رئیس دارایی آورد؟ ما که دیگه جای خود داریم. فکر نمی کردم تا این حد اوضاع خراب باشه. از وقتی که اومدم اینجا چندین مورد اختلاس پیدا کردم، ولی کاری از دستم بر نمیاد، کاری نمیشه کرد. مملکتی که صاحب نداشته باشه همینه، هر کسی دستش برسه بلند میکنه. اونایی که باید در حقیقت به فکر مردم باشن، به فکر مالندوزی و عیش و نوش خودشون هستن. بله متاسفانه کاری هم نمیشه کرد. بگذاریم. راستی آقای فاضلی، کتابایی رو که سفارش داده بودن چیکار کردی؟ سفارش دادم، تا هفته دیگه انشالله آماده میشه. خیلی ممنون، متشکرم. راستی آقای اسکندری، میخواستم امروز خدمتون برسم. حالا که تشریف بردین همینجا مزاحم میشم. خواهش میکنم بفرمایید. میخواستم راجع به اون پدر و پسر صیاد صحبت کنم. همونایی که تو اداره چند روز پیش درگیری داشتن؟ بله، اسمشون بهادر و احمده. اونا آدم های زحمتکش و آبروداری هستن. چند ماهی که شیلات پولشون رو نداده، میخواستم خواهش کنم یه لطفی بکنین که انشالله بتونن زودتر به پولشون برسن. میدونم، چشم. هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. بگین فردا بیان پیش من، ببینم چی کار میتونم بکنم. خدا عمرتون بده، یه خانواده رو خوشحال میکنی. مسبب این نابسامانی کیه؟ کی باید به این وضع رسیدگی کنه؟ آقای اسکندری، این طورم که جناب والی می‌فرمایید نیست. ما موظفیم در چارچوب ضوابط اداری عمل بکنیم. ضوابط؟ سردوندن و ایجاد نارضایتی رو میگین ضوابط؟ آقای اسکندری، بالاخره هر سازمانی یک حساب و کتابی داره. آقای بهروزی، حساب و کتاب داشتین که دو تن خاویار بدون مجوز از سردخانه خارج میشه، کسی هم مورد سوال قرار نمیگیره؟ اون وقت انسانهای شریف و زحمت کشی مثل بهادرها و احمدها باید برای گذران زندگیشون دست جدایی به طرف شما دراز کنن. در هر صورت من نمیتونم ساکت بشینم و ببینم عده‌ای از خدا بی خبر بیت المال مردم رو غارت میکنن. من وظیفه دارم به هر قیمتی که شده موضوع خاویار رو پیگیری کنم. در غیر این صورت مجبورم جریان رو به مقامات بالاتر گزارش بدم. نباشه.
کام خسته نباشی. کام خسته نباشی. مامان ببین منم دارم به بابا اینا کمک میکنم. دیگه اون مال خود را به دست غیر مده که مال خود طلبیدن کم از گدایی نیست. آره شده نقل کار ما. شب و روز برو جون بکن و وقت برای یه لغنون باید بریم دست گدایی دار. آهان که شاعر چی گفته؟ بله بفرمین چایی. آه چایی آوردی واسمون تموم شد. حالا بهشون نشون میدیم که میتونیم برای خودمون کار کنیم. مرد میخواییم بریم دریا ماهی کنیم. ماهی ارفان جون مرد میخواییم بریم دریا ماهی تو ماهی معلومه که قبول دارم یه مرد تو دنیا باشه توی سلام آقای. سلام حالتون چطور؟ سلام قربان. آقای بهادر پرونده شما را دیدم، دستور پرداخت دادم، ولی یه مدتی باید صبر بکنید. خدا عمرتون بده. خب کی خدمت برسیم؟ خیلی عجله داریم، دستمون تنگه. باش میتونین 15 برج بیه. چه ساعتی؟ حدود ساعت 8. خودم تا دیر وقت اینجا هستم، کار میکنم. خیلی ممنون آقای اسکندری. خدا عزتتون بده. خواهش میکنم. خدا 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 خدا. میدونید چه؟ ای بکار اینه که یه احمق اومده اینجا و میخواد مچ بگیره. حق دارید ناراحت بشید، تحملش خیلی مشکله. خواهش میکنم حضرت والا رو در جریان بذارین و بگین که به نحو احسن قائله رو ختم میکنم. حتما در اولین فرصت به اطلاعشون میرسم. بابا نگاه کن. مثل این که قایق گشتیه. درست قایق گشتیه. معطل نکن، بزن بریم به طرف نیزا. محکم به من بابا، موج زیاده. من
مثل اینکه درساتو خوب یاد گرفتی. آفرین بسیار. نیست بی حرکت همون جایی که هستیم باشی. درساتونو بگیر بالا. بیدار کرد شما میکی رو بهش چسبان بزنیم. مقامت کنیم به ضررتونه. با من بیا به آدار خان. خیال کردی اینجا شهر هرته؟ سیادی مقرراتی داره. کسی حق نداره بدون مجوز سید کنه. مگه شما توی این مملکت زندگی نمی کنین؟ از قوانین خبر ندارین؟ جناب سروان وقتمون کجاست که روزنامه بخونیم؟ تو هم همینطور؟ بله جناب سروان. چون بار اولتونه شما رو می بخشم. ولی اگه تکرار بشه خودتونو می فرستم زندان، قایقتونم برای همیشه توقیف می کنم. اگه عاقل باشین خودتونو تو دردسر نمی ندازین، فهمیدین؟ پس تکلیف ما چیه؟ ما که کار دیگه ای بلد نیستیم. این دلیل نمیشه که کار خلاف بکنین. برین دنبال یه کار دیگه. هرچی هست زیر سر شازده است. اون دستور داده نذارن سید کنیم. درسته. احمد یادت اون حساب داره لعنتیش. بهروزی رو میگم. چطور ما رو از جاندار میترسون یادته؟ چطور یادم نیست. همچین حرف میزد انگار دریا ارث باباشه. اون شازده تو شیرازم یه کارخونه داره، خیلی دم کلافته. معلومه. خلاصه کلام ما یا باید واسه شیلات کار کنیم یا به طور کل دور دریا رو خط بکشیم. پس تکلیف ما چیه؟ دولت باید یه فکری با حال ما بکنه. ما که کار دیگه ای بلد نیستیم. بلدی؟ نه. اما بهادر چه دل خوشی داری. اگه دولت به فکر من و تو بود که روزگارمون این نبود. 40 سالی که کارم این بوده، حالا تو این سن و سال چه کاری از من ساخته؟ کار فراوونه. شما بیان پیش ما کار کنیم. کارگرم میخوان، پولش هم بدک نیست، زندگی میچرخه. ای بابا زندگی که فقط پول نیست، آدم باید کارشو دوست داشته باشه. اما بهادر قاچ زینو بچسب، از سواری پیش کشه، گشنگی نکشیدی عاشقی یادت بره. خلاص کنه عمله. خلاصه. خیلی خوب برو کنار وایسا. محکمه آد آقا برو یه کسی ما بکش. خوبه خوبه ممنونم خوبه. احمد آقا صبر کن صبر کن. حالا برو برو محکمه محکمه راش بزن. معطل نکن ارفان بیا بریم. شما بریم من کارم رو تموم میکنم بعدا میرم. تا کار تموم بشه هوا تاریک شده. باید امروز هرچون شده کارم رو تموم کنم تا پدر بزرگ و بابام رو خوشحال کنم. چه فایده؟ اونا که دیگه نمیتونم برن دریا. چرا؟ قراره سید آزاد کنم. بابای من میگه سید آزاد نمیشه کرد. چرا؟ بابا بزرگم بهتر میدونه. امسال پول نداریم. سالی یه دفعه لباسی که باید براش خرید؟ از کجا بیارم؟ با این پولی که میگیریم اگه بتونیم شکممونو سیر کنیم باید خدا رو شکر کنیم. سرماز راست میگه. شب عیدی که نمیشه بچه رو بدون کفش و لباس گذاشت. از پولی که قرار از شیلات بگیریم براش بخرم. اگه گرفتیم چشم. اصلا یادت بود پس فردا 15 باید بری پول بگیری؟ آره. ولی اون پول اگه بگیریم باید بزنیم به زخمای دیگه. خونه داره رو سرمون خراب میشه بابا. خونه رو بذار برای تابستون.
اما بهادر چوب خطت پر شده، خیلی وقتی که پول ندادی. دستم خالیه، برج دیگه بهت میدم. خودت که میدونی ما تازه رفتیم سر کار. مبارک باشه، آخه دست ما هم خالیه. خیالت راحت باشه، تا برج دیگه طلب کار که از پولش نمیذاره چه جانم. انشالله همه بادر میبخشی ما رو. خدا میبخشه، تو هم حق داری، بالاخره باید جوابگو باشی. خدا حافظ. به امان خدا. از کارتون راضی هستی؟ ای بد نیست، شکر خدا یه لقمه نون در. خدا رو شکر، آدم زحمت کش هیچ وقت در نمیمونه. در میمونه، ولی به بیدرمونی عادت کرده. آره راست میگی. مثل این که دیروز اومده بودی داره خونه. آره خوب شد که دیدمتون، به چند نفر پیغام دادم ولی خبری ازتون نشد. یه کمی گرفتار بودم. خب چکار داشتیم؟ شنیدم قایقتون رو میخواییم بفروشیم. حالا خیال داشتم ولی بعد پشیمون شدم، چون شنیدم میخوان شرکت تعاونی درست بکنم. انشالله، منم برای همین خیال داشتم قایق بخرم. چی شد؟ تلفن کردم. آقای اسکندری بود؟ آره. خب امو بهادر، من دیگه مزاحم نمیشم. خدا نگهدار. خداحافظ شما. به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. برو معطل نکن، ممکنه بره. گفت تا دیر وقت کار میکنم، شما رو میرسونم بعد میرم. بله. هر چی دادن قبول کن، دعوا مرافع را نندازی. نه مگه سگ هارم گرفته؟ آقای اسکندری، آقای اسکندری، آقای اسکندری، آقای اسکندری، آقای اسکندری خوابیدی؟ آقای اسکندری، من این کارو نکردم. من نکشتم. خود این وقتا رو به من نکردم. من نکشتم. وقتا رو بایم برو کنار، برو کنار. من نکشتم. Thank you.
یکی کمک کنه. کاش امروز پام میشکست نمیرفتم اونجا. کاریش چه شده؟ باید فکر چاره کرد. چی کار میتونم بکنم؟ خدا خدا، تنها راش اینه که از اینجا برم و تا قاتل پیدا نشده اینجا بر نگردم. چاره نداری، همه چیز بر علیه توه. با دعوایی که چند روز پیش تو اداره داشتیم همه گمون میکنن که کار تو بود. یعنی تو آخر عمرش باید در به در باشه؟ پس میخوای دست رو دست بذارم تا بیان به اتهام قتل دستگیرم کنن؟ اگه این حرفو میزنم به خاطر خودته. میترسم خدایی نکرده بلایی به سرت بیاد. چی کار کنم؟ غیر از این راهی ندارم. تو هم عوض این که به زخمم مرهم بذاری بدتر نمک میپاشی؟ یا باشه، هر کاری که به صلاحته بکن، ولی اینو بدون هر جا که بری من باهاتم و هر جا که تیرک چادرتو بزنی من زیر سایه اون هستم. نه، تو نباید با من بیایی، چون خودم هم نمیدونم کجا میرم. خونه خراب شدم، بیساب شدم. به دادم برسی، آقای اسکندری رو کشتم. کی کشته؟ فرار کرده؟ نشونه دقیق اونجا رو بدیم. من نمیذارم تنها بری. اگه خدایی نکرده بلایی سرت بیاد. چرا نمیخوای بفهمی؟ راهی که من میرم راه تو نیست. شما باعث میشین که من گیر بیفتم. بابا بذار ماما بیاد. بابا صبر کن. آمد در باز کن. آمد در باز کن. در باز کن. برین کنار. نمیذارم تنها برین. مارم ببر. برو کنار و بچه رو ببر کنار. آمد تو رو خدا. آخه من به جسد کسی رو نداری. آمد تو رو خدا. برو ببر. اگه میخوای بری باید از روی نشی من رد بشی. برو کنار سلمان. نمیرم. خواهش میکنم. گفتم که اگه میخوای بری باید از روی نشی من رد بشی. برو کنار سلمان. هر که بری مرا باید میام. خیلی خوب بابا، بیا این سوارشین. مثل اینکه چاره دیگه ای نیست. آمد، آمد، تو رو خدا داره باز کن. همتون برید تهران. خیلی خوب.
سلام. بفرمی. اینجا خونه بهادره؟ بله خودم هستم. پسرت کجاست؟ خبر ندارم. از غروب که رفته بر نگشته. دروغ نگو. اگه باور نداریم بریم بگردیم. بفرمی. امید خدا میریم تهرون پیش مناف. کدوم مناف؟ پسر بشیر رو میگم. یادم اومد. بچی جناب صرفا وقتی رسیدم تو اتاق با چشای خودم دیدم که احمد چاقو رو تا دست فرو کرده بود تو سیلی اسکندری خدا بیاورد. من خودم دیدم. من دیدم جناب صرفا. آقای اسکندری تا این وقت شب اینجا چی کار میکردن؟ ایشون اغلب شبا تا دیر وقت اینجا کار میکردن. هر شب؟ بله آدم زحمت کشی بود خیلی. ببینی حتما دنبال ما میگردن. خدا کمکمون کنه. حالا چی کار میخوای بکنی؟ باید از بیراهه بریم. چاره دیگه ای نیست. به امید خدا.